محسن یگانه که شب گذشته در شهر بوشهر اجرا داشت، در اواسط سانس اول اجرای خودش ادامه کنسرت و دو سانس بعدی رو لغو کرد. در این ویدیو میخوایم ویدیو منتشر شده از این اتفاق رو با هم ببینیم و بعد از اون به زندگی نامه این هنرمند دوست داشتنی بپردازیم. پس با ما همراه باشید. برای همین اگه ایدادی هست که حضور باری خودتون ببخشید. شمندم روم سیاه ندارم چه جلال باید بگردم. همه بیلیت‌ها رو دفتم پس میدم. هر گونه زرارزمی تایبانده من اگه داشته با منه. محسن یگانه متولد 23 اردیبهشت ماه سال 1354، خواننده، ترانه‌سرا، نوازنده، آهنگساز و تنظیم کننده موسیقی پاپ ایران. محسن یگانه دانشجوی رشته مهندسی صنایع گرایش تولید صنعتی بود که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب تحصیل کرد، اما پس از گذراندن 6 ترم به علت مشغله بسیار در حرفه موسیقی از ادامه تحصیل انصراف داد. او فرزند سوم یا یکی مانده به آخر خانواده است و دو خواهر بزرگترش هر کدام پزشک و دندان پزشک هستند. او فرزند محمد رضا یگانه یکی از شهدای جنگ ایران و عراق است و مادرش نیز از اساتید دانشگاه است. محسن یگانه فعالیت خود در موسیقی رو با یک گیتار شروع کرد. میل به موسیقی و یک شنونده خوب بودن رو بر حسب اتفاق با شنیدن قطعه بی کلام گل گندم از آلبوم بهار من اثر شادمهر عقیلی به دست آورد که باعث تشویق و ایجاد علاقه او نسبت به موسیقی روز پاپ شد و هیجان دوچندانی در فراگیری ساز گیتار در او ایجاد کرد. نواختن رو با تکیه بر خود و بدون استاد شروع کرد، اما در همان ابتدای کار با مشکلات زیادی روبرو شد. مخالفت خانواده بر حسب شرایط خانوادگی و ادامه تحصیل او به لحاظ هوش بالای او و سطح علمی بیشتر باعث شده بود فرصتی برای آموزش ساز گیتار زیر نظر استادان مختلف رو پیدا نکنه، ولی این مانع کار او نشد و محسن یگانه با پشت کار به نواختن گیتار ادامه داد تا جایی که در نوازندگی به حدی رسید که بتواند خود این ساز رو آموزش دهد. محسن یگانه اولین ترانه خود رو در کنار محسن چاوشی و حامد هاکان با نام نشکن دلمو با ترانه سرایی آهنگسازی خودش و تنظیمی از محسن چاوشی اجرا کرد. آلبوم اول او با نام سال کبیسه به صورت زیرزمینی منتشر شد. بعد از این آلبوم محسن یگانه فعالیت خود رو با انتشار تک آهنگ ادامه داد. البته اغلب همین تک آهنگ های پخش شده برای جلوگیری از پراکندگی دور هم جمع می شد و به اسم آلبوم بر روی سایت ها قرار می گرفت. او چند سال به عنوان خواننده غیر مجاز شناخته می شد که بعد از مدتی تصمیم مجدد به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گرفت. بعد از مدتی سکوت و کش و قوس های زیاد، عاقبت در 17 تیر ماه سال 1387 آلبوم نفس‌های بی هدف رو منتشر کرد. بعد از اولین آلبوم رسمی محسن یگانه با فاصله 2 که در وقفه آلبوم محسن یگانه افتاد، او بیشتر وقتش رو صرف اجرای کنسرت می‌کرد و با وسواس‌هایی که به خرج داد زمان زیادی رو صرف آلبوم رگ خواب کرد. رگ خواب در مرداد ماه سال 1389 وارد بازار شد و ترانه سرآلبومی این آلبوم با نام سکوت بسیار مورد استقبال قرار گرفت و محبوب ترین آهنگ سال 1389 شناخته شد. آلبوم بعدی او با نام حباب 2 بعد و در مهر ماه سال 1391 با 14 قطعه وارد بازار شد. محسن یگانه آلبوم حباب را آخرین آلبوم خود خوانده بود و در این حال در اظهار نظر عجیبی گفته بود این آخرین آلبوم من است. سپس به درخواست هوادارانش تصمیم خود رو عوض نمود و تصمیم به انتشار مجدد آلبوم گرفت و این قول رو به هوادارانش داد که پس از انتشار چند تک آهنگ کار آلبوم رو آغاز کنه. سرانجام در 20 اردیبهشت ماه سال 1394
آلبوم چهارم او با نام نگاه من منتشر شد. محسن یگانه ترانه سرایی بیشتر قطعاتش رو خودش به عهده گرفته. او همچنین برای خوانندگانی چون محمد اصفهانی، علی لهراسبی و بعضی خوانندگان دیگر ترانه سروده و آهنگسازی و تنظیم کرد. او ترانه به نام گله کرکس‌ها اجرا کرده که محتوای آن یهود ستیزانه قلمداد شده. از این رو کنسرت او در سال 2017 در سالن مایکروسافت تئاتر شهر لس آنجلس با تحریم و تظاهرات جامعه کلیمیان ایرانی تبار همراه بود. با وجود اینکه عده اعلام کردند که از 7100 نفر ظرفیت سالن تنها 1000 بلیط فروش رفته، اما با منتشر شدن تصاویر و فیلم های کنسرت و همچنین مصاحبه مدیر برنامه محسن یگانه با خبرگزاری ایسنا معلوم شد که ظرفیت سالن تقریبا تکمیل بوده و کنسرت به خوبی و بدون هیچ مشکلی برگزار شده. آلبوم های او سال کبیسه در سال 1385، نفس های بی هدف در سال 1387، رگ خواب در سال 1389، حباب در سال 1391، ای پی در سال 1392، نگاه من در سال 1394 هستند. او برنده تندیس بهترین اجرای زنده موسیقی پاپ از اولین جشن سالانه موسیقی ما در سال 1391 شد و دریافت تندیس سالن تئاتر نوکیا لس آنجلس و ثبت نام او به عنوان یکی از مشاهیر این تالار. برنده تندیس بهترین ترانه ساز از دومین مراسم جایزه ترانه افشین یداللهی در سال 1397. محسن یگانه با آهنگ بهت قول میدم در شبکه اشتراک ویدیویی یوتیوب و اینستاگرام عنوان پربازدیدترین ویدیوی ایرانی رو از آن خود کرد. مرسی که با این ویدیو هم ما رو همراهی کردید. اگر این ویدیو رو دوست داشتید حتما لایک کنید و نظرتون رو زیر این پست برای ما کامنت کنید. یادتون نره که حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو فشار بدید که از ویدیوهای بعدیمون با خبر بشید.